با بهترین درودها بر شما هم ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب را میگوشیم با برنامه شنگاهی صفحه یک که در طول 20 دقیقه مروری خواهد داشت بر اهم خبرها و نظرها حول ایران منطقه و جهان نخست مروری بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب بسته شدن پرونده جنجالی هسته ایران از سوی ایالات متحده ای آمریکا پس از گزارش نهایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تصویب نهایی طرح حمله به گروه شورشی داعش در پارلمان بریتانیا پس از مجادلات و مناظرات سنگین بین نمایندگان I have here quote after quote from leader after leader in the Gulf world begging and pleading with Britain to take part so we can take the fight to this death cult that threatens us all so much. David Cameron opened a fierce debate in Parliament. مناظرات لفظی میان ترکیه و روسیه با اتهام زنی های متقابل به یکدیگر از جنس نفتی تازه ترین عملیات تروریستی در آمریکا با کشتار هولناک در کالیفرنیا Last seen uh, in the alleyway headed towards. I have a clothing description. Male, dark skinned is all I have on this frequency. North, you can get that and then North printing. North have them go there. any okay. no more people here unless it's a SWAT team. That's it. So here we just need. We're good. We need people to start looking at that. How's yeah. the Bearcat? Come to us. NOR2, what's your exact location? We are at San Bernardino سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوازدهم آذر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی در قیاب روزنامه امروز به آگاهی شما خواهد رسید همینک خبرها را میگوش این با تازه هایی از فرجام خوش برجام با اظهار نظر نهایی مسئولان آمریکایی نسبت به بسته شدن پرونده جنجالی و چند ده ساله هسته ایران دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که با توجه به گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی آماده است که پرونده ابهامات فعالیت هسته ایران یا پرونده جنبه های نظامی احتمالی این برنامه را ببندد. مارک تونر یکی از سخنگوی سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفت که گزارش آژانس ابهامات و سوالات باقی مانده در مورد برنامه اتمی ایران را به خوبی پاسخ داده است او گفت که آمریکا و پنج کشور دیگری که در مذاکرات اتمی با ایران مشارکت داشتند در جلسه شورای حکام آژانس در روز 15 دسامبر با مخدوم شدن این پرونده موافقت خواهند کرد تا به بر اجرای توافق جامعه اتمی متمرکز شویم. بر اساس گزارش های منتشره دبیر کل آژانس بینال انرژی اتمی در گزارش خود از ابعاد نظامی احتمالی پیشین برنامه اتمی ایران یا پی اعلام کرد که جمهوری اسلامی پیش از پایان سال 2003 میلادی طیف وسیعی از فعالیت های مربوط به ساخت وسیله انفجاری هسته ای را انجام داده است. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری فرانسه یوکیا آمانو در گزارش خود در عین حال اعلام کرد که این فعالیت ها از حد مطالعات امکان سنجی و مطالعات علمی فراتر نرفته بود بر اساس این گزارش بخشی از این فعالیت ها تا سال 2009 میلادی نیز ادامه پیدا کرد آقای تونر گفت که گزارش آژانس با ارزیابی اطلاعاتی آمریکا که برنامه تسلیحات اتمی ایران در سال 2003 متوقف شده بود هم خانی دارد ایشان اشاره کرد که توافق جامعه اتمی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک شفافیت و دسترسی لازم را برای اقدام فوری در صورت تکرار چنین فعالیت در ایران فراهم می کند. در بخشی از گزارش محرمانه آمانو اشاره شده بود که ایران پیش از سال 2003 میلادی تأسیسات مناسب برای انجام فعالیت‌های مرتبط با یک برنامه تسلیحات اتمی را داشته و رشته فعالیت‌های مرتبط با یک دستگاه انفجاری اتمی به صورت سازماندهی شده انجام داده اما ارزیابی آژانس این است که این فعالیت ها از سطح مطالعات علمی امکان سنجی و کسب توانایی های تکنولوژیک مشخص فراتر نرفته است در همین رابطه و راستا عباس اراخچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد هیئت مذاکره کنندگان هسته ایران گزارش آقای آمانو رو در مجموع مثبت ارزیابی کرد و به تلویزیون ایران گفت که این گزارش به معنای تایید صلح آمیز بودن برنامه اتمی این کشور است عباس اراخچی پیش, پیش بینی کرده بود که در شورای حکام اراده سیاسی سی برای بستن پرونده ابهامات برنامه اتمی ایران وجود دارد و انتظار می‌رود که در جلسه آتی شورای حکام این پرونده در واقع این پرونده مختوم اعلام شود و اما واکنش ها به این اظهار نظر مقام آمریکایی در منطقه اسرائیل نخستین واکنش نارضایتمندانه خود رو اعلام و اتخاذ کرد دولت اسرائیل روز چهارشنبه گفت که پس از گزارش تازه آژانس تحقیقات در مورد برنامه هسته ای ایران باید تشدید شود دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در بیانیه نوشت که تحقیقات آژانس ورای هر گونه تردیدی ثابت می کند که همانطور که اسرائیل قبلا گفته ایران یک پروژه مخفیانه برای توسعه سلاح اتمی بعد از سال 2003 را اجرا میکرد. این بیانیه می افزاید. اسرائیل انتظار دارد که جامعه بین المللی تحقیقات خود را از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی عمیقتر کند و از همه ابزارهایی که در اختیار دارد برای اطمینان از ناتوانی ایران در ساخت مخفیانه یک سلاح اتمی استفاده کند در ادامه اشاره شده بود که بدون چنین تحقیقی جهان نخواهد دانست برنامه مخفیانه ایران تا کجا پیش خواهد رفت و وضعیت کنونی آن چه خواهد شد و به کجا منجر می شود در قوقای راستی آزمایی های هسته ایران اما در گوشه دیگری از جهان خبر دیگری نیز به گوش رسید که کره شمالی با حفر تونلی در صدد انفجارهای تازه هسته است. بر اساس گزارش های منتشره یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی اعلام کرد تصاویر ماهواره این نشان می که کره شمالی در حال حفاری یک تونل جدید برای آزمایش هسته است ولی هیچ نشانی از قریب بودن این آزمایش هسته ای وجود ندارد به گزارش خبرگزاری رویترز مؤسسه ی تحقیقات بینالملل دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در گزارش اعلام کرد تصاویر ماهوارهای از اکتبر تا اوایل نوامبر نشان میدهد که کره شمالی در حال حفاری یک تونل جدید هسته ای است ولی نشانی از قریب الوقوع بودن این آزمایش هسته ای وجود ندارد این گزارش افزود تصاویر نشان میدهد که ساخت و ساز زیادی از ماه آپریل تا کنون در تاسیسات هسته‌ای پونگ ی ری در شرق کره شمالی انجام شده است. هر سازمایش سا هسته‌ای قبلی کره شمالی در این منطقه انجام شده بود. در این گزارش اشاره شد که تونل جدید موجب افزایش قابلیت کره شمالی برای انجام آزمایش های بیشتر خواهد شد ولی در این تصاویر نشانه وجود ندارد که هاکی از نزدیک بودن آزمایش هسته پیونگیانگ باشد از حوزه هسته گذر می کنیم و مروری خواهیم داشت با تازه ترین جزئیات از عملیات تازه تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکا کالیفرنیا حوالی لس آنجلس دو مهاجم مسلح با حمله و تیراندازی به یک مرکز معلولان در کالیفرنیا یا آمریکا دست کم 14 نفر را کشته و 17 نفر دیگر را مجروح کرده اند بنابر گزارش ها هر دو مهاجم در درگیری با پلیس کشته شدند. در گزارش های نخستین شمار مهاجمان سه نفر اعلام شد اما پلیس لس آنجلس در صبح امروز پنجشنبه گفت که شمار افراد مسلحی که در درگیری پلیس کشته شده اند دو نفر بوده است. پس از حمله مهاجمان به مرکز معلولان در کالیفرنیا، پلیس با آنها در منطقه مسکونی درگیر شد. رئیس پلیس سن برناردینو در حساب توییتری خود اشاره کرد که مزنونان کشته شده یک افسر زخمی شد. جزئیات هنوز مشخص نیست ساعتی پس از آن بود که پلیس اعلام کرد مزنون های کشته شده یک مرد و یک زن بودند و فرد سومی نیز بازداشت شد خبرگزاری فرانسه نیز گفت که در هنگام حمله به مرکز معلولان در سن برناردینو یک مهمانی جریان داشته است پلیس پس از حمله مهاجمان و درگیری به آنها در محل حضور پیدا کرد و نیروهای آن خانه به خانه از مردم خواستند در محل سکونت خود مانده و در را قفل کنند خبرگزاری رویترز به نقل از جودو برگوان رئیس پلیس سن برناردینو میگوید ورودی مدارس و برخی ساختمان های محل نیز مسدود و به بیمارستان های منطقه هشدار امنیتی داده شد پس از حمله این مقام پلیس به خبرنگاران گفت هنوز اطلاعاتی از دلیل یا دلایل آن در دسترس نیست ما هنوز نمیدانیم که این موضوع حمله ای تروریستی به معنی مرسوم آن است ولی به وضوح دست کم با شکلی از تروریسم داخلی روبرو هستیم I know one of the big questions that will come up repeatedly is is this terrorism and I am still not willing to say that we know that for sure we are definitely making some movements that it is a possibility <音楽><音楽><音楽><音楽> روز و شبی بسیار سخت و پر مناظره ای را پشت سر گذران تا اینکه طرح حمله به داعش را تصویب کند که چنین شد پارلمان بریتانیا شامگاه چهارشنبه با 397 رأی مثبت و 223 رأی منفی با مشارکت این کشور در حملات هوایی علیه گروه داعش در سوریه موافقت کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که دولتش موافق پیوستن به کارزار ضد داعش بود، در این جلسه به حملات مرگبار پاریس اشاره کرد و گفت به جای منتظر حملات آنها ماندن بایستی به خانه آنها یورش برد. با این حال رهبر حزب کارگر با مطرح کردن تردیدهایی گفت روشن نیست که با مشارکت بریتانیا در این کار زار امنیت کشور را افزایش میدهد یا بر تهدیدهای خود خواهد افزود تنها ساعتی پس از تصویب وزارت دفاع بریتانیا تایید کرد که جت های جنگنده تورنادو اولین حملات خود علیه مواضع داعش در سوریه را انجام دادند که دو فروند از چهار جنگنده نیروی هوایی بریتانیا که پس از تصویب طرح از پایگاهی در قبرس به معموریت رفته بودند اکنون به پایگاه های خود بازگشتند جزئیات تکمیلی این رویداد را در گزارش همکارانم در آن سوی خبر ببینید که از لحظه های پرتنش و مناظره نمایندگان پارلمان و رقهایی تازه کنار خواهد زد. خبرها را ادامه میدهیم با سایر رویدادها ترکیه کماکان در تیر رس انتقادات همه جانب مبنی بر همکاری با داعش است. در تازه ترین فعل و انفعالات سیاسی میان دو کشور ترکیه و روسیه این بار وزارت دفاع روسیه مدعی شد که خانواده ی اردوغان خریدار نفت داعش هستند و در این مسیر مدعی در دست داشتن اسناد و مستنداتی نیز شد در این میان مقام های وزارت دفاع روسیه در یک نشست خبری در مسکو ادعا کردند که آنها از دست کم سه مسیر ترانزیت در داخل ترکیه آگاه هستند آنها تصاویر ماهواره ای را نیز نشان دادند و مدعی شدند که به موجب این تصاویر نفتکش‌های حامل نفت از مناطق تحت کنترل داعش به ترکیه می رود. پیشتر پوتین رئیس جمهوری روسیه که برای شرکت در اجلاس جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی به پاریس رفته بود گفت که انگیزه ترکیه در سرنگونی هواپیمای نظامی روسی حفاظت از تجارت نفتی با داعش بوده است و اما در سوی دیگر جبهه دیگر علیه دولت ترکیه و اتهامات نفتیشان با داعشی ها گشوده شد ارتش آزاد سوریه اعلام کرد تصاویری داله بر قراردادهای منعقد میان ترکیه و تروریست های داعش در راستای خرید نفت را در اختیار دارد به گزارش اسپوتنیک یکی از مسئولان اطلاعاتی ارتش آزاد سوریه دیروز گفت که تصاویری مربوط به امضای برخی قراردادهای مربوط به خرید نفت توسط ترکیه از داعش را در اختیار دارد این مقام ارتش آزاد که خواست نامش فاش نشود بر مستند بودن اسناد مذکور تاکید اما جزئیات بیشتری را در این خصوص مورد اشاره قرار نداد این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز گذشته که به دفعات به آگاهی شما رساندیم اعلام کرده بود که اگر خبر خرید نفت از داعش توسط ترکیه درست باشد از منصب خود استعفا میدهم ترکیه از داعش نفت نمیخرد و هر کسی چون این ادعای را دارد بایستی اثبات کند ترکیه هیچ ارتباطی به زمین این رئیس جمهور با هیچ گروه تروریستی ندارد ادامه میدهم برنامه خبرها و نظرهایم شب رو خبری با همین زمینه و مضمون از روزنامه حریت ترکیه که از زیان 20 میلیارد دلاری ترکیه در پی تحریم روسیه خبر داد حزب جمهوری خواه خلق ترکیه اعلام کرد که زیان وارد شده به اقتصاد ترکیه ناشی از تحریم های اقتصادی مسکو حدود 20 میلیارد دلار معادل 3 درصد تولید ناخالص ملی است عثمان بوداک نماینده ی حزب مخالف جمهوری خواه خلق به روزنامه حریت گفت درآمد ترکیه از صادرات کالا به بازارهای روسیه حدود 6 میلیارد دلار از گردشگری حدود 7 میلیارد دلار و تجارت چمدانی حدود 6 میلیارد دلار است این نماینده ی حزب منتقد ترکیه افزود تفریگاه آنتالیا که معروف ترین تفریگاه کشور محسوب می شود بیشترین زیان را دیده همچنین حدود 40 هزار روس در آنتالیا و حدود دویست هزار ترک در روسیه ساکنند که به همین علت بحران میان ترکیه و روسیه باید در سریعترین زمان ممکن حل شود. حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در واقع قدیمی ترین حزب سیاسی این کشور محسوب می شود که هر از گاهی دیدگاه های انتقادی به سیاست های حاکم دارد. دولت روسیه همان گونه که آگاهید اول دسامبر 2015 دو روز قبل محدودیت های در زمینه ی واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از ترکیه اعمال و پروازهای چارتر با ترکیه را نیز ممنوع کرد همچنین قرار است از ابتدای سال 2016 میلادی از اتباع ترکیه برای سفر به روسیه هزینه ی ویزا اخذ و به کارگیری کارگر ترک در روسیه ممنوع شود دولت روسیه اعمال تحریم های اقتصادی علیه ترکیه را به دلیل اقدام آنکارا در هدف قرار دادن جنگنده سخوی 24 و خودداری از عذرخواهی از مسکو اعلام کرد. تماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با خبرهای باقی مانده شاید به دو خبر کوتاه بیشتر نرسیم خبرها را رو با رویدادهای از ایران پی میگیریم در پی تصادف مرگبار اتوبوسی حامل زائران در واقع مازندرانی اربعین که از کربلا باز میگشتند تعداد کشته شدگان از مرز دوازده نفر گذشت در این راستا رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آمول در مازندران با اشاره به دور دوم جستجو از مفقودان حادثه حادثه سقوط مینیبوس در صد دلار گفت تعداد کشته شدگان حادثه سقوط مینیبوس آمول به دوازده نفر رسید به گزارش روابط عمومی جمعیت علال احمد مازندران جمشید نیکزاد اشاره کرد که پس از وقوع حادثه سقوط مینیبوس حامل زائران کربلا که ساعت 13 و 40 دقیقه ظهر دیروز اتفاق افتاد نجاتگران جمعیت هلال احمد برای نجات جان مصدومان و انتقال اجساد جان وارد عمل شدند نیکزاد با بیان اینکه مینیبوس حامل این زائران که با اعلام پلیس راه سرعت مطمئنه نداشت از سیر لغزندگی محور حراس شد و پس از لغزش از سطح جاده به دیواره کناری برخورد کرد و به ته در سقوط کرد و در واقع از 18 سرنشین این مینیبوس که همگی از اهالی یک دهکده در شهرستان فریدون کنار مازندران بودند 12 نفر کشته و 6 نفر مصدوم شدن و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد ضمن دعوت همیشگی از شما هم میهنان عزیزه و ارجمندم به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاهی دیگر بار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود